لیلا حاتمی در نهم مهر 1351 به دنیا آمد. پدرش علی حاتمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و مادرش زری خوشگام هنرپیشه سینما بود. او در رشته ریاضی فیزیک در تهران دیپلم گرفت. در دانشگاه پلی تکنیک تهران در رشته مهندسی برق شروع به تحصیل کرد. او تحصیل در این رشته را پس از 2 سال نیمه کار رها کرد و به دانشگاه لوزان سوئیس رفت و آنجا ادبیات فرانسه خواند. به علت بیماری پدرش در سال 1375 تحصیل را نیمه کاره رها کرد و به ایران بازگشت. او در سال 1377 با علی مصطفی ازدواج کرد. از آن پس در تهران زندگی می کند. وی دارای 2 فرزند به نامهای مانی و عسل است. لیلا حاتمی همچنین به 5 زبان انگلیسی و فرانسه و فارسی و آلمانی و ایتالیایی صحبت می کند. لیلا حاتمی در بهار سال 1390 در مراسم فرش قرمز فیلم فجر مسعود کیمیایی به همراه علی مصطفی شرکت کرد. در تابستان همین سال به دنبال اکران جدای نادر از سیمین به فرانسه و ایتالیا سفر کرد و در افتتاحیه اکران فیلم همراه با اصغر فرهادی حضور داشت و سرانجام پس از نامزدی جدای نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار در زمستان سال 90 همراه اصغر فرهادی و پیمان معادی راهی مراسم اسکار در آمریکا شد. پس از آن در مراسم اختتامیه جشنواره کن شرکت کرد و جایزه بزرگ این جشنواره را به متعو کارگردان ایتالیایی فیلم واقعیت اهدا کرد. این جشنواره البته خالی از حاشیه برای این بازیگر کشور نبود. در این جشنواره لیلا حاتمی با ژاکوب دبیر و رئیس جشنواره که آن زمان 84 ساله بود دست داد و روبوسی کرد که انتشار تصویر و فیلم این عمل در فضای مجازی جنجال فراوانی ایجاد کرد. پس از بازتاب عمل حاتمی در رسانه‌های داخلی و خارجی ایران، ژاکوب رئیس جشنواره کن در صفحه توییتر خود نسبت به این مسئله و واکنش مسئولان ایرانی در صفحه توییتر خود نوشت: این جنجال‌ها بی اساس است، چون این مسئله در فرهنگ غرب کاملاً عادی است. این من بودم که برای بوسیدن خانم حاتمی پیش قدم شدم. در آن لحظه او برای من نماینده سینمای ایران بود. لیلا حاتمی بعد از این اتفاق در نامی از مردم عذرخواهی کرد و این کار نشان دهنده فرار او از حاشیه ها بود. در آن زمان وزیر ارشاد علی جنتی بود که او هم طی سخنرانی این عمل حاتمی را غیر قابل قبول و دفاع دانست. حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد در واکنش به این عمل حاتمی بیان کرد: حضور شخصیت‌های هنری و هنرمندان ایرانی در خارج از کشور اگر با رعایت شونات اسلامی و احترام به فرهنگ ملت و اعتقادات ایران باشد، امری پسندیده است. اما اگر این حضور با بی‌توجهی به ارزش‌های جامعه و معیارهای اخلاقی ما باشد، ملت ایران این رفتار را نمی‌پذیرند. اما این پایان ماجرا نبود. در سال 1395 در اختتامیه جشنواره فیلم فجر حضور داشت. او زمانی که برای دریافت جایزه به روی صحنه رفت، ناگهان شالی که بر سر داشت از پشت سرش افتاد و صدای کلیک دوربین عکاسان را 100 برابر کرد. انتشار این تصاویر در فضاهای خبری و مجازی باعث شد او دوباره به بدحجابی متهم و علیه او صداهای زیادی بلند شود. مجری برنامه هم که احسان کرمی بود کم نگذاشت و به جای اینکه از کنار این اتفاق رد شود، در بلندگو به لحن طنزی اعلام کرد: عجب باد بی موقعی. لیلا حاتمی در بیشتر فیلم‌هایش نقش زنی از طبقات بالای اقتصادی یا فرهنگی جامعه با روحیه خونسرد و شخصیت مستقل و محکم را بازی کرده است. این هنرپیشه از زمان حضور موفق در فیلم جدایی نادر از سیمین در جشنواره‌های معتبر جهانی بارها در لیست زیباترین زنان خاورمیانه جای گرفته است. بیشتر همکاری‌های لیلا حاتمی تاکنون با داریوش مهرجویی بوده است. این همکاری‌ها شامل بازی در 4 فیلم به ترتیب سال ساق، لیلا، مینکس، آسمان محبوب و نارنجی پوش می‌شوند. در این میان لیلا یکی از مشهورترین فیلم‌های مهرجویی است که لیلا حاتمی یکی از بیادماندنی‌ترین نقش‌های خود را در آن به جای گذاشته است. پس از آن لیلا حاتمی با کارگردان‌هایی چون علی مصطفی، حمید نعمت‌الله، فریدون جیرانی، علیرضا رئیسیان و علی حاتمی بیشترین همکاری را داشتند. لیلا حاتمی شخصاً کارگردان، فیلمنامه و نقشی که قرار است به عهده بگیرد را از مهمترین عوامل برای انتخاب پیشنهاد بازی می‌شمارد.
و معتقد است نقشی که خوب نوشته شده باشد را خوب هم میتوان بازی کرد. به عقیده او همکاری با داریوش مهرجویی راحت‌تر از همکاری با دیگر کارگردانان است. همچنین او با کارگردانان فیلم اولی چون صفیه یزدانیان، عادل یراقی و سهیل بیرقی همکاری داشته. لیلا حاتمی و علی مصفا در سال 1377 به صورت رسمی با هم ازدواج کردند. خیلی‌ها معتقدند روابط عاشقانه شخصیت فیلم لیلا با توجه به واقعی بودن آن برای تماشاگران عام و خاص بسیار باورپذیر درآمد. لیلا حاتمی درباره ایجاد علاقهشان میگوید: علاقه من و علی درست قبل از شروع فیلم برداری لیلا در سال 75 شروع شد. اصلا آقای مهرجویی اول ما را به هم علاقه‌مند کرد و بعد فیلمش را ساخت. یکی از حاشیه‌های عجیب لیلا حاتمی که همواره از حاشیه دوری کرده مربوط به نشست خبری قبل از اکران فیلم خوک بود. این سخنان در بازه زمانی دی ماه 1396 که تظاهراتی درباره گرانی شده بود انجام شد. او گفت: مایلم از این فرصت استفاده کنم تا خشم و اندوه عمیق خود را نسبت به نحوه برخورد با تظاهرکنندگان اخیر در ایران را نشان بدهم و این شرم‌آور است که در کشور من مردم فقط به بهای جان خود می‌توانند اعتراض کنند. برای اولین بار هست که من می‌خواهم در مسائل سیاسی دخالت و اظهار نظر کنم. مدیران فرهنگی نزدیک به دولت لیلا حاتمی را از انتقاداتشان بی بهره نگذاشتند. یکی از این افراد شهاب اسفندیاری عضو شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در وزارت ارشاد است که با انتشار چند توییت درباره حرف‌های لیلا حاتمی از او به شدت انتقاد کرد و نوشت: دیالوگ‌هایش را بلد نبود. مثل یک آماتور پر از اغراق و ادعاتوار بود. نشانی از آن صداقت همیشگی نقش‌هایش نداشت. حتی آن صداقت سری و انتقادی فیلم من جس سیاست را فیک کرد. پروانه معصومی در واکنش به رفتار لیلا حاتمی گفت: خانم لیلا حاتمی، مگر در کشورهای دیگر اعتراض را با بوسه جواب می‌دهند؟ اینجا که در اعتراضات 4 نفر از نیروی انتظامی را شهید کردند، این چه اعتراضی است؟ جاهای دیگر وقتی که مردم اعتراض می‌کنند، خیلی مردمشان احترام می‌گذارند، آنها که مردم را مسلسل می‌بندند. خانم حاتمی عجب حرفی زدند، من که از این کار ایشان خوشم نیامد. او در ادامه گفت: کاش هرگز از این کارشان با خبر نمی شدم. خواهش می کنم کسانی که حرف می خواهم بزنند و خارج از ایران هستند بدانند که در ایران زندگی می کنند و ایرانی هستند. کوچک کردن ایران به این شکل که این خانم گفتن باعث کوچک کردن خودشان است. اگر دوست ندارن بروند جای دیگر زندگی کنند. همچنین یکی از کارگردانان سینما هم در یادداشتی کنایه‌آمیز در فضای مجازی درباره اظهارات لیلا حاتمی نوشت: دختر در نبود پدر تصمیم گرفت از اولین جمله سیاسیش رونمایی کند و این کار را کرد. البته در کشورش این رونمایی را انجام نداد، بلکه در کشوری که هنوز رد نازیسم افراطی را فراموش نکرده است. برخی حرفای سیاسی لیلا حاتمی را التماس وی برای برنده شدن فیلم خوک در جشنواره برلین و همچنین التماس وی برای بهترین بازیگر زن شدن در این جشنواره می‌دانند. برخی نیز صحبت‌های لیلا حاتمی را وطن فروشی نامیدند و از وی گلایه کردند که وطن خود را چرا به حراج گذاشته است. یکتا ناصر در پست اینستاگرامیش در این باره نوشت: برای من خیلی جالب است کسانی که همواره غرب‌زدگی را نهی می‌کردند حالا که یک بانوی شجاع ایرانی هنرمند طرز برخورد با معترضان را مورد نکوهش قرار داده، برای انتقاد از حرفایش ما را با همان کشورهای ذکر شده مقایسه می‌کنند. بر فرض غلط که آنها معترضانشان را به بدترین شکل نابود می‌کنند، چرا فقط در این مورد الگوی ما هستند و اساساً مگر مبادرت به این رفتار زشت در کشورهای دیگر مجوز لازم برای عمل به آن در کشور ماست؟ معمولاً زمانی که دو هنرپیشه یا چهره معروف با هم ازدواج می‌کنند، پشت سر زندگیشان همواره حرف و حدیث زیاد می‌شود. زمانی که سعی دارند بدون حاشیه و آرام زندگی کنند، باز هم شیطنت‌های مجازی دست از سرشان بر نمی‌دارد. زوج لیلا حاتمی و علی مصفا با وجود داشتن دو فرزند و زندگی بسیار بی سر و صدا، باز هم در مزان چنین تهمت‌هایی قرار می‌گیرند. غیر از شایعی که به تازگی در فضای مجازی میچرخد و افرادی با زرنگی تصاویری از تمرین پشت صحنه فیلم جدای نادر از سیمین با بازی لیلا حاتمی را زمینه آن کردند و به قصه دروغین جدای آنها دامن زدند، یک بار دیگر هم چند سال پیش چنین شایعی بر سر زبان ها افتاد و این زوج مجبور شدند در برنامه‌ای به این سوال پاسخ دهند. تو
خصوصی به شایعه جدا شدن این دو هنرمند از یکدیگر در یک گفتگو اشاره کرد و از آن به عنوان حاشیه اسمی برد که لیلا حاتمی در جواب میگوید از نظر من اینها اسمش حاشیه نیست. حاشیه به نظر من یعنی آدم یک کاری خلاف آن جریان اصلی برایش جالب باشد و بکند. مثلا من برم سر فیلم برداری و به جای کارگردان این برایم جذاب باشد که فلان کس را از نزدیک ببینم و خوش بگذرانم و کار اصلی را نکنم. اینکه دو نفر با هم زندگی میکنند یا نه حاشیه محسوب نمیشود، جریان اصلی زندگیشان است.